کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش و با همکاری اعضای کمیته دفاع از محیط زیست، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی. بخش 7. مقررات اجرایی. ماده 19. هیئت رئیسه. 1. بدین وسیله هیئت رئیسه متشکل از تمامی طرف‌های متعاهد تشکیل می‌گردد. 2. تمام تصمیمات هیئت رئیسه با اتفاق نظر اتخاذ خواهد شد، مگر در مواردی که با اتفاق نظر تصمیم گرفته شود که به روش دیگری عمل شود، به استثنای موارد مربوط به مواد 23 و 24 که همیشه اتفاق نظر ضروری خواهد بود. 3. وظایف هیئت رئیسه ترغیب اجرای کامل این معاهده با در نظر داشتن اهداف آن و به ویژه موارد زیر خواهد بود. الف، تهیه رهنمود و دستورالعمل سیاست‌گذاری برای نظارت و به کارگیری توصیه‌های لازم برای اجرای این معاهده و به ویژه عملی شدن نظام چندجانبه. ب، تصویب طرح‌ها و برنامه‌هایی برای اجرای این معاهده. جیم، تصویب راهبرد مالی برای اجرای این معاهده در اولین جلسه خود و بازنگری آن در فواصل زمانی مشخص طبق مفاد ماده 18. دال، تصویب بودجه این معاهده. ه، بررسی و ایجاد نهادهای فرعی لازم و تصویب مأموریت‌ها و ترکیب آنها در صورت وجود اعتبارات مالی لازم. واف، در صورت لزوم ایجاد یک سازوکار مناسب مانند حساب امانی برای دریافت و استفاده از منابع مالی که به منظور اجرای این معاهده تأمین می‌گردد. ز، ایجاد و حفظ همکاری با ارکان سایر سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات زیربط دیگر، از جمله و به ویژه کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در ارتباط با موضوعات مشمول این معاهده، از جمله مشارکت آنان در راهبرد مالی. ه، در صورت لزوم بررسی و تصویب اصلاحیه‌های این معاهده طبق مفاد ماده 23. تا، در صورت لزوم بررسی و تصویب اصلاحیه‌های پیوست‌های این معاهده طبق مفاد ماده 24. ی، بررسی شیوه‌های راهبرد تشویق مشارکت‌های داوطلبانه به ویژه در ارتباط با مواد 13 و 18. ک، انجام وظایف دیگری که ممکن است برای نیل به اهداف این معاهده ضروری باشد. لام، توجه به تصمیمات مرتبط کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی و ارکان سایر سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات زیربط. میم، در صورت اختزا مطلع نمودن کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی و ارکان سایر سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات زیربط از موضوعات مربوط به اجرای این معاهده. و نون، تایید شرایط موافقتنامه های با مراکز تحقیقات کشاورزی و بین المللی و دیگر مؤسسات بین المللی به موجب ماده 15 و تجدید نظر و اصلاح موافقتنامه انتقال مواد استاندارد، موضوع ماده 15. 4. هر طرف متعاهد
با رعایت بند 6 ماده 19 یک رأی دارد و می تواند در جلسات هیئت رئیسه با یک نماینده که اونیز می تواند یک جانشین، مشاوران و کارشناسانی به همراه داشته باشد شرکت کند. جانشین ها، کارشناسان و مشاوران می توانند در جلسات هیئت رئیسه شرکت کنند ولی نمی توانند رأی بدهند مگر در مواردی که به طور مختزی اجازه داشته باشند که به جای نماینده عمل نمایند. 5. سازمان ملل متحد، آژانس‌های تخصصی آن و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز هر کشوری که طرف متعاهد این معاهده نیست می توانند به عنوان ناظر در جلسات هیئت رئیسه شرکت نمایند. هر نهاد یا آژانس دیگری، اهم از دولتی یا غیر دولتی، که در زمینه‌های حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی صاحب صلاحیت باشد و تمایل خود را به شرکت در جلسات هیئت رئیسه به عنوان ناظر به دبیر اعلام کرده باشد، می تواند پذیرفته شود مگر اینکه یک سوم طرفهای متعاهد حاضر اعتراض نمایند. پذیرش و شرکت ناظرین تابع آیین‌نامه مصوب هیئت رئیسه خواهد بود. 6. هر سازمان عضو فاو که طرف متعاهد این معاهده باشد و کشورهای عضو آن سازمان که طرف متعاهد این معاهده هستند، طبق اساسنامه و مقررات عمومی فاو با جه و تعدیل لازم حق عضویت خود را اعمال و به تعهدات عضویت خود عمل خواهند نمود. 7. هیئت رئیسه در صورت لزوم آیین‌نامه داخلی و قواعد مالی خود را که مغایر با این معاهده نخواهد بود تصویب و اصلاح خواهد نمود. 8. حضور نمایندگان اکثریت طرفهای متعاهد برای رسمی شدن هر جلسه هیئت رئیسه ضروری است. 9. هیئت رئیسه حداقل هر دو سال یک بار جلسات عادی تشکیل خواهد داد. این جلسات حتی امکان بلا فاصله پس از جلسات عادی کمیسیون منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی برگزار خواهد شد. 10. در صورتی که هیئت رئیسه تشکیل جلسات ویژه‌ای را در زمانهای دیگری ضروری تشخیص دهد یا هر طرف متعاهد تشکیل آن را به طور کتبی تقاضا کند و یک سوم طرفهای متعاهد از درخواست مزبور حمایت کنند، جلسات ویژه هیئت رئیسه تشکیل خواهد شد. 11. هیئت رئیسه، رئیس و معاونین رئیس خود را که جمعاً به آنها دفتر اطلاق می‌گردد، مطابق آیین‌نامه خود انتخاب خواهد نمود. ماده 20. دبیر. 1. دبیر هیئت رئیسه توسط مدیر کل فاو و با تایید هیئت رئیسه منصوب می‌گردد. دبیر از کمک کارکنان لازم استفاده خواهد نمود. 2. دبیر وظایف زیر را انجام خواهد داد. الف، ترتیب برگزاری و ارائه حمایت اداری برای جلسات هیئت رئیسه و نهادهای فرعی که ممکن است به وجود آیند. ب. کمک به هیئت رئیسه در انجام وظایف خود از جمله انجام وظایف ویژه‌ای که ممکن است توسط هیئت رئیسه به عهده او گذاشته شود. ج. گزارش فعالیت‌های خود به هیئت رئیسه. س. دبیر تمام طرف‌های متعاهد و مدیر کل فاو را از موارد زیر آگاه خواهد نمود. الف، تصمیمات هیئت رئیسه ظرف 60 روز پس از تصویب. ب. اطلاعات دریافتی از طرف‌های متعاهد طبق مفاد این معاهده. 4. دبیر مدارک لازم برای جلسات هیئت رئیسه را به 6 زبان سازمان ملل متحد تهیه خواهد نمود. 5. دبیر با ارکان سازمان‌ها و معاهدات این دیگر از جمله و به ویژه دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی در رسیدن به اهداف این معاهده همکاری خواهد نمود. ماده 21. رعایت مفاد. هیئت رئیسه
در اولین اجلاس خود تشریفات مؤثر و معاذرت‌آمیز و سازوکارهای اجرایی را برای ترغیب رعایت مفاد این معاهده و برخورد با موضوع عدم رعایت بررسی و تصویب خواهد نمود. این تشریفات و سازوکارها شامل نظارت، ارائه، کمک و مشاوره از جمله کمک‌ها و مشاوره‌های حقوقی در صورت لزوم به ویژه به کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر خواهد بود. ماده 22. حل اختلافات. 1. در صورت بروز اختلاف بین طرف‌های متعاهد در خصوص تفسیر یا اجرای این معاهده، طرف‌های ذی‌ربط از طریق مذاکره راه حل‌ها را جستجو خواهند نمود. 2. اگر طرف‌های اختلاف نتوانند از طریق مذاکره به توافق برسند، می‌توانند به طور مشترک خواستار مساعی جمیله یا میانجیگری طرف ثالث باشند. 3. هر طرف متعاهد هنگام تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده یا هر زمان دیگری بعد از آن میتواند به طور کتبی به امین اسناد اعلام کند که در مورد اختلافی که طبق بند 1 یا 2 ماده 22 حل نشده، یک یا هر دو راه حل اختلاف زیر را به اجبار میپذیرد. الف داوری طبق تشریفات مندرج در بخش 1 پیوست 2 این معاهده. ب. ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری. 4. اگر طرف های اختلاف طبق بند 3 فوق تشریفات مذکور یا هیچ تشریفاتی را نپذیرفته باشند، اختلاف طبق بخش 2 پیوست 2 این معاهده به مصالحه اجرا خواهد شد، مگر اینکه طرف ها به گونه دیگر توافق نمایند. ماده 23. اصلاحات این معاهده. 1. اصلاحات این معاهده می تواند از سوی هر طرف متعاهدی پیشنهاد شود. 2. اصلاحات این معاهده در جلسه هیئت رئیسه تصویب خواهد شد. متن هر اصلاحیه پیشنهادی توسط دبیر حداقل 6 ماه قبل از اجلاسی که قرار است پیشنهاد مذکور در آن تصویب شود به طرف‌های متعاهد ارسال خواهد شد. 3. تمام اصلاحات این معاهده فقط از طریق اتفاق نظر طرف‌های متعاهد حاضر در جلسه هیئت رئیسه انجام شود. 4. هر اصلاحیه تصویب شده توسط هیئت رئیسه برای طرف‌های متعاهدی که آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب نمودند در 90 روز پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب 2/3 طرف‌های متعاهد لازم الاجرا خواهد شد. پس از آن اصلاحیه برای هر طرف متعاهد دیگر در 90 روز پس از اینکه طرف متعاهد مذکور سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید لازم الاجرا خواهد شد. 5. از نظر این ماده سند تودیع شده توسط سازمان عضو فاو سندی اضافه بر اسنادی که توسط کشورهای عضو آن سازمان تودیع شده است محسوب نمی‌گردد. ماده 24. پیوست‌ها. 1. پیوست‌های این معاهده جزء لاینفک این معاهده محسوب می‌گردد و هر گونه ارجاع به این معاهده همزمان ارجاع به هر پیوست آن نیز می باشد. 2. مفاد ماده 23 در مورد اصلاحات این معاهده در مورد اصلاح پیوست ها نیز اعمال خواهد شد. ماده 25. امضا. این معاهده از تاریخ 3 نوامبر 2001 12/8/1380 تا 4 نوامبر 2002 13/8/1381 در مقر فاو برای امضای تمامی اعضای فاو و هر کشوری که عضو فاو نباشد ولی عضو سازمان ملل متحد یا یکی از آژانس‌های تخصصی یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد مفتوح خواهد بود.
ماده 26 تنفیذ، پذیرش یا تصویب. این معاهده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب اعضا و غیر اعضای فاو موضوع ماده 25 می باشد. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد امین اسناد تودیع خواهد شد. ماده 27 الحاق. این معاهده از تاریخی که در آن برای امضا بسته می باشد برای الحاق تمام اعضای فاو و کشورهای غیر عضو فاو که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از آژانس‌های تخصصی آن یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق نزد امین اسناد تودیع خواهد شد. ماده 28 لازم الاجرا شدن. 1. این معاهده با رعایت مفاد بند 2 ماده 29 در 90 روز پس از تودیع 40 سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به شرطی که حداقل 20 سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق توسط اعضای فاو تودیع شده باشد لازم الاجرا خواهد شد. 2. این معاهده برای هر عضو فاو و هر کشور غیر عضو فاو که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از آژانس‌های تخصصی آن یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و این معاهده را پس از تودیع 40 سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق طبق بند 1 تنفیذ کرده، پذیرفته، تصویب نموده و یا به آن ملحق شود در 90 روز پس از توزیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن لازم الاجرا خواهد شد. ماده 29 سازمان‌های عضو فاو. 1. تا زمانی که یک سازمان عضو فاو سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده را تودیع می‌کند، آن سازمان عضو طبق بند 7 ماده 2 اساسنامه فاو هر گونه تغییر در تودیع صلاحیت خود نسبت به اعلامیه صلاحیت تودیع شده خود به موجب بند 5 ماده 2 اساسنامه فاو را که ممکن است به دنبال پذیرش این معاهده ضروری باشد اطلاع خواهد داد. هر طرف متعاهد این معاهده می تواند در هر زمان از یک سازمان عضو فاو که طرف متعاهد این معاهده شده است بخواهد تا اطلاعات لازم را در خصوص موضوع خاصی از این معاهده که مسئول اجرای آن شده است همان گونه که برای کشورهای عضو آن سازمان عضو فراهم می کند برای آن نیز فراهم نماید. سازمان عضو این اطلاعات را ظرف مدت معقولی ارائه خواهد نمود. 2. اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا خروج از عضویت تودیع شده توسط یک سازمان عضو فاو به عنوان سندی اضافه بر اسناد تودیع شده توسط کشورهای عضو آن سازمان محسوب نخواهد شد. ماده 30 حق شرط. هیچ گونه حق شرطی را برای این معاهده نمیتوان در نظر گرفت. ماده 31 غیر عضوها. طرفهای متعاهد هر عضو فاو یا کشورهای دیگری را که طرف متعاهد این معاهده نمی باشند تشویق خواهند نمود تا این معاهده را بپذیرند. ماده 32 انصراف از عضویت. 1. هر طرف متعاهد می تواند در هر زمانی بعد از 2 سال از تاریخی که این معاهده برای آن لازم الاجرا شده است امین اسناد را به طور کتبی از انصراف از عضویت در این معاهده مطلع سازد. امین اسناد بلافاصله مراتب را به کلیه طرفهای متعاهد اطلاع خواهد داد. 2. انصراف از عضویت 1 سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد. ماده 33 انقضا. 1. این معاهده چنانچه و زمانی که به واسطه انصراف از عضویت در آن تعداد طرفهای متعاهد آن به کمتر از 40 برسد خود به خود منقضی می گردد.
مگر آنکه طرفهای متعاهد باقی مانده به اتفاق به گونه دیگری تصمیم بگیرند. 2. زمانی که تعداد طرفهای متعاهد به کمتر از 40 کاهش یابد، امین اسناد کلیه طرفهای متعاهد باقی مانده را آگاه خواهد ساخت. 3. در صورت انقضای این معاهده، مالکیت سرمایه های آن تابع قواعد مالی خواهد بود که هیئت رئیسه تصویب خواهد کرد. ماده 34. امین اسناد. مدیر کل فاو امین اسناد این معاهده خواهد بود. ماده 35. متون معتبر. متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی این معاهده به طور یکسان معتبر می باشند.